با درودی متواضعانه خدمت شما بینندگان تلویزیون اندیشه، برنامه دیگر از روانشناسی خودمانی رو با اندوه بسیار در از دست دادن ریاضیدان معروف خانم دکتر مریم میرزاخانی آغاز میکنم. در همین لحظاتی که من و شما با هم صحبت میکنیم، جسم این دردانه سرزمین ما ایران در سن حوزه به خاک سپرده میشه. بنا به درخواست نامه‌ای با 4 امضا، همسر، دختر، مادر و پدر ایشان که از ایران رسیدند، مراسم خاکسپاری در جمعی محدود و با تقاضای خانواده برای خصوصی نگه داشتن این مراسم برگزار میشه در همین لحظاتی که من و شما با هم صحبت میکنیم و مجلس یادبودی برای ایرانیان در بنیاد توحید در روز 23 گویا در شهر سن حوزه برگزار خواهد شد. مؤسسه فرهنگی ابن سینا هم در روز 22 که میشه فکر میکنم شنبه آینده اگر اشتباه نکنم 22 مراسمی به یاد این عزیز برگزار میکنه که من افتخار دارم یکی از سخنرانان اون باشم. به هر حال لحظات بسیار تلخ و تفکر برانگیزی است از بازی این روزگار. واقعا چه بد کرداری ای چرخ، چه کج رفتاری ای چرخ. با هم آهنگی رو که حال همگی ما رو شاید منعکس کنه گوش میکنیم و دوباره به برنامه برمیگردیم. هوای حال من غمدار سرد، ولی از ابر و بارون خزون نیست. زمستون داره تو لحن تو انگار، که ابرش تو 1000 تا آسمون. هوام دلگیر، نفس هم سرد، دلم خون، یه عالم درد و دل دارم تو سینه. شب تار و غم یار و دل زار، هوای بیمه یا ساقی همینه. چه بیتابانه بیتاب تب تو، چه بیرحمانه بیرحمی تو بیره. چه بیاندازه میخوام که تو باشی، چه با انگیزه میخونی که میرم. منو سازم، منو سوزم، منو آه تو و جام پر از می که شکستی منو، حال خراب و این شراب و تو و باده منو، عادت به مستی تو و باده منو، عادت به مستی. موسیقی
من اینجا دل خوشیم رفته به باد، تو موهات غرق رقص روی این باد، سکوت شب کنار تو یه حرفه، سکوت تو چه احساسی به شب داد. چه بیتابانه بیتاب تب تو، چه بیرحمانه بیرحمی تو بیره، چه بیاندازه میخوام که تو باشی، چه با انگیزه میخونی که میرم. منو سازم، منو سوزم، منو تو با جام پر از می که شکستی، منو حال خراب و این شراب و تو با باده، منو عادت به مستی، تو با باده منو عادت به مستی. بله، به هر حال یک روز به کودکی به استاد شدیم، یک روز ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که بر ما چه گذشت، از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم. اما اینکه فاصله بین تولد تا مرگ رو چگونه می گذرانیم و در نردبان آگاهی تا کجا اوج می گیریم، فرق بین ما انسان هاست. در این لحظه که این آهنگ پخش می شد، مطلبی رو نوشتم که از رو نوشته بخونم. گفتم در این ساعت که من و شما با همیم، خاک گوهری کمیاب را در دل خود جای می دهد، دردانه ای از ساحت آگاهی و زنی قدر در رازگشایی از هستی پر رمز و راز، زنی که ذهن گنجایش می رفت که هفت فلک را در نوردد. دریغ است که بیشتر نماند، ولی چه بیشتر مانده هایی که یک هزارم او نزیستند. اگر معنای حیات در شعورمندی باشد و جان همان جان آگاه، مریم هزاره ها زیسته و چه تأثیراتی که بر جای گذاشته. در دنیای ریاضی دو مجهول را معلوم کرده، در دنیای زنان این صد را شکسته که ریاضیات میدانی مختص مردان است، در دنیای پزشکی و بهداشت تن به زنان جوان هشدار داده که از این بیماری زنانه بهراسند و پیوسته آگاهانه در فکر جان خیش و غافلگیر نشدن در چنگ این بیماری باشند. به حکومت زن ستیز خالی کرده که برای او و برای مقام او سر تعظیم فرود بیاورند و به نشریات تنگ نظر ایران یاد داده که تصویر او رو بدون حجاب چاپ کنند و به هزاران هزار دختر جوان انگیزه داده که بعد از او راه ریاضی را
راهی از آن خیش بدانند و گام بردارند. درست قبل از این برنامه دختر جوان 22 ساله‌ای با من صحبت می کرد که شاید روزی جانشین مریم باشد. به هر حال برای او نمی گریم. از روزگار گله‌مندم. اما می دانم زندگی پاره ای از انسان ها به طولش بستگی نداره، به اثری که از خودشون می گذارند بسته وابسته است. دوبار مریم رو دیده بودم. یک بار در 10-12 سال پیش وقتی که در هاروارد بود، آقای دکتر کامران وفا که افتخار میهمانی ایشون رو داشتم، میزبان من بودن در کافتریای هاروارد، دختر جوانی رو به من نشون داد از دور و بعد او رو صدا کرد و گفت که او ستاره بیمانندی در عالم ریاضیات، و وقتی از او پرسید که فرنودی رو میشناسی، به سادگی و بی ریا گفت نه. و من به او گفتم که ولی من شما رو میشناسم. بار دوم او رو در خیابان یونیورسیتی پالو آلتو با دخترش دیدم از دور، چندین ماه پیش. هنوز همونقدر ساده بود، اگرچه بر عالی ترین کرسی استادی ریاضیات برجسته ترین دانشگاه دنیا تکیه داشت. به هر حال این گونه زیستن از یک شعور عالی برخوردار بودنه. اگر ما هستی رو به یک شعور کل یا آگاهی کل تعبیر کنیم و بگوییم که ما هر چقدر در این درجات آگاهی بالاتر بریم، به اون شعور گسترده تر نزدیک خواهیم شد، اگر بگوییم این شعور کل، آگاهی کل هر چقدر به سطوح نازل تر میاد کم تر میشه، همون گونه که فیلسوف الان اسمش به دلیل ایموشنال بودنم خاطرم نمیاد، هنری برگسون، که میگه گویی تمام هستی از این شعور کل تانژانتی میگیره که در اجسام بیجان یک مقدار هست، در گیاهان یک مقدار هست، در حیوانات یک مقدار هست، به انسان میرسه یک مقدار هست، به انسانهای برجسته و نخبه میرسه بیشتر هست. بنابراین جان ما با میزان آگاه بودی ما پیوند داره. اگر از این زاویه نگاه کنیم، جان او حتی قبل از این که از میان ما بره به جایی بس رفیع تر از ما رسیده بود که او آگاهی اوست. ولی خب قصه میخوریم، چه کنیم؟ ملت ما طاقت این همه خسران و این همه از دست دادن رو نداره. فقط امید داریم که نخبگانی مانند او در سرزمین ما بسیار پیدا خواهند شد و جای او رو خواهند گرفت. تو اتومبیل که می آمدم اینجا، همش به طور احساسی در سن حوزه بودم و مثل اینکه بخوام خودم رو دلداری بدم،
یکو گفتم مریم ستاره شد با آسمان ایران پاینده، مریم گل شد دست دست به دست نسل آینده. بنابراین بخش فانی ما دیر یا زود به خاک بر میگرده و بخش باقی ما که همه از یک اقبال برخوردار نیستیم، با شعور جاری در هستی گره میخوره. تلفن های ما 818-301-8000. حقیقتاً موضوعی را آماده کرده بودم امروز بنا به درخواست دوستی که هفته گذشته پیشنهاد کرده بود راجع به اقلیت‌های جنسی صحبت کنم، اما نمیدونم چرا دلم اونجا نیست. شاید بیشتر دلم میخواد شما عزیزان هم بیاید احساس خودتون رو در از دست دادن چنین در کمیاب با بقیه در میون بگذارید. شاید این برنامه رو چیز کوچکی باشه که به مریم اختصاص بدیم تا در آرشیو برنامه ها باقی بمونه. تلفن های ما 818-301-8000. با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید. Hello, how are you? Thank you so much. Hello? Yes. You're speaking to Sandy, and this is a notification call to all DWP and Edison customers. No. So we're on you? No. You were talking to a host of a program. Sorry. بفرمایید قربان. سلام آقا. من یه سوال خوبی دارم. بفرمایید. هلو، من شما رو قطع نکردم، خودتون قطع شدین. تلفن های 818-301-8000. نمیدونم این پدیده مرگ چگونه پدیده‌ایه و آدم چگونه باهاش باید کنار بیاد. من مثل اینکه تو این میدان هی میرم ولی فکر میکنم کنار اومدم، ولی باز دوباره میبینم چه بیتاب میشه انسان. من نمیدونم خطوط چه اشکالی داره، خطوط پر میشه و بعد قطع میشه. میتونید الان خطوط آزاد شد بگیرید، ولی من نمیدونم چرا قطع میشه. به هر حال از این پدیده مرگ صحبت می کردیم. خب از یه طرف می دونیم یک پدیده اجتناب ناپذیر و غیر قابل برگشت. یادم هست که یکی از لحظات بسیار تلخ برای من در سالی که گذشت وقتی بود که یکی از نوه‌های من از من پرسید که آیا ممکنه که ما یهو ببینیم که پاپا زنده شده؟ و چقدر برای من سخت بود که این ته امیدی که مثل اینکه ته دل این بچه بود با حقیقت سرد، با واقعیت سرد ازش بگیرم و گفتم که نه، هیچ کس بعد از اینکه میمیره دوباره بر نمیگرده. و خب از یه طرف همه اینا رو میدونیم و باز هم یک قدرت عظیمی داره این مرگ که شوکی به آدم میده که دوباره زندگی برای آدم بی‌معنا میشه. یعنی من بعد از مرگ همسرم تلاش کرده بودم که دوباره معناهای تیکه های معنایی زندگی رو دوباره روی هم بذارم و فکر میکردم دیگه
جای خوبی قرار گرفتم. بعد دوباره از همین چند روز پیش حس کردم مثل که آدم یه مثل اون اسطوره یونانی که وزنه سنگین رو ور میداره میاره هی بالا بالا تا میذاره زمین، خستگی در کنه دوباره قل میخوره میره پایین. و این تکرار بیامان به اصطلاح مرگ خب ضربه خودش رو میزنه. شاید از این ضربه ها تنها استفاده‌ای که میشه کرد این باشه که بدونیم زندگی چقدر موقته و در این موقت بیشترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که در راه آگاه بودی خودمون و دیگران گام برداریم، خدمت کنیم و در واقع به جنبه‌های فریبنده و بی‌ارزش زندگی زیاد نچسبیم. واقعا در این شعر خیام خیلی حکمت خوابیده. یک روز به کودکی به استاد شدیم، یک روز به استادی خود ز استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که بر ما چه گذشت، از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم. بنابراین در یک گردش بسیار کوتاه زندگی چه از خودمون بر جای میگذاریم مهمه دیگه. یکی مولانا میشه، یکی اینشتین میشه، یکی آلبرت شوایتزر میشه و از خودشون چیزی باقی میگذارند که مرگ جسمانیشون بسیار حقیر به چشم میاد و بسیاری هم از این فرصت استفاده نمی کنند. و این چنین اثری باقی نمیمونه. به هر حال نمیدونم دوستان مطلب براشون احساسی هست که روی خطوط نمیان. خطوط ما 818-301-8000. اگر روی خطوط نیایید اون وقت من مجبور میشم هر طوری شده فکرم رو جمع جور کنم و مطلبی رو که میخواستم باز کنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. یعنی شمایی که امروز رو خط میایید دارید به من یاری میدید که برنامه رو تا به پایان بکشانم. بفرمایید دوست عزیز. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. ممنون. من هم تسلیه درد میکنم و زبانم واقعا قاصره و افکار عجیبی در مغزم تاب میخوره که خداوند و آفریدگار که همیشه میگن حکمت داره کارهاش، من میبینم که حکمتش چیه واقعا که انسان‌های همچون خانم میرزاخانی باید از دنیا برند و در واقع تخمگانی بمانند که هیچ کاری برای این دنیا و این جامعه. بله دیگه، معمای این هستی نه تو دانی و نه من. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر فرخ دزن، تشکر از برنامه‌تون. برنامه زنده رو من دارم میبینم. این آهنگی که به خاطر مریم پخش کردید، اگر فرصتی هست یه مرتبه دیگه پخش کنید و خوانندش هم بگید. خوانندش علی زند وکیله، شاید در پایان برنامه دوباره پخشش کنم. بسیار عالی بود. بله. تحت تأثیر قرار شد. بله، همه همینطور. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. گفتید که همه اونقدر عمیقاً غمگین هستیم که زبونمون بند بنده. ولی میخواستم در جواب یه خانمی که صحبت میکردن بگم که حکمتی
اصلا قابل تصور نیستش که آدم فکر کنه حکمتی بوده که از بین رفته. در هر صورت ننگ و نفرین بر اون حکومت هایی که قادر نیستند این جواهرات، این گلهای سرسبد میهنمون رو بتونن براشون فضایی باز کنن که در همون جا شکوفا بشن و اینها اون وقت باید بیان. هرچند که مسئله علم یک فرصت جهانی است و اینی که خیرش به همه مردم جهان خواهد رسید، ولی یادش گرامی، صبر و بردباری بسیار برای فرزندش، همسرش، پدر و مادرش آرزو میکنن. مرسی خانم. بفرمایید دوست عزیز، باز خطوط ما آزاد، بیایید روی خط. نیازمند و دانشمند گرام دکتر مهتاب فرنودی. خواهش میکنم آقا، بفرمایید. ایمیلی برای شما فرستادم امروز، به دستت میرسه، حتما بخوانید، درباره خرافات و موهومات زیان‌آور مذهبی به نام دکتر همایون میهن‌پرست. بعد از این که خواندید من با شما تماس میگیرم و با هم گفتگو خواهیم داشت. چشم، حتما. باید سر بلند باشید. حتما. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو. جان دلم، بفرمایید. خانم دکتر سلام. سلام، احوال شما؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. برای من از وقتی که این خانم پروفسور مریم میرزاخانی فوت کردن یه سوالی پیش اومده که واقعا چرا توی آمریکا از سلامتی این خانم، یعنی در مورد سلامتیشون حمایت نشدن، چون خانم به هر حال هر چند سال یک بار برای سرطان سینه چک میشن، مخصوصا تو آمریکا که شرایط سلامتی مردم خیلی اهمیت بیشتری داره تو کشوری مثل ایران. ولی خب این خانم که این همه، یعنی واقعا ارزشمند بوده برای جامعه ایرانی، یه خانم مثل خانم آنجلینا جولی خب فهمید که امکان داره که سرطان بگیره، رفت سینه‌هاشو برداشت و چقدر کارو درستی کرد، چون همچه انسان‌های به هر حال برای جامعه بشریت ارزشمندن. واقعا این سوال خیلی من اذیت میکنه که چرا یه همچه خانم ارزشمند. چشم، من تا جایی که بتونم جواب. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. با درود خانم فرنودی. جانم بفرمایید. واقعیتش اینه که این مرگ این خانم مریم خانم واقعا منم خیلی متاثر کرد. فقط یک چیزی که من نمیتونم درک بکنم، این خانم با این همه نبوغش چرا باید با این مریضی بیماری سرطان که امروز در درمان پذیره و اگه به موقع به دادش برسی، یعنی به موقع جلوگیری کنی میتونی از پسش بر بیای، این خانم چطور نتونسته متوجه بشه یا چی بوده اینقدر تو مسائل خودش مشغول بوده، مسائل فکری خودش مشغول بوده که از خودش غافل شده، چی بوده جریان که این خودش به خودش فکر نمی کرد؟ بله، منم نمی دونم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، سلام عرضم خانم دکتر. سلام خانم عزیز، بفرمایید. موفق باشید انشالله از این برنامه که دارید. خانم دکتر، جا داره که از آقای ستار خواننده گرامی سپاسگزاری کنیم به خاطر آواز نازنین مریم که به خاطر خانم میرزاخانی خوندن. تشکر میکنم، خدا نگهدار. خواهش میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. درود بر شما. سلام آقا، بفرمایید. اجازه میخوام چند بیت کوچیک دو دقیقه وقت شما رو خواهش میکنم. بفرمایید. تقدیم بکنم. بفرمایید. ای آفتاب، ای که نویدت خجسته باد، ای شب هجوم وهم تو در هم شکسته باد، ای بامداد خرم زیبای فرودین، بوی خوش تو مرهم جانهای خسته باد، گلهای سرخ و زرد و سفید سحرگهی در ژاله شسته باد و به هر جای دسته باد، این پار آرزو که دلش نام کردن پروانه باد و بر سر هر گل نشسته باد، فرخنده باد وصلت نیلوفران و تاک، بند غم از دل همه یارون گسسته باد. ممنون آقا، خیلی متشکر. هلو، بفرمایید. هلو، من از کارگردان فنی برنامه تقاضا میکنم آهنگ جان مریم نوری رو
در اولین فرصت اگر میتونن تهیه کنن و اینو ما پخش کنیم. ضمناً دختر دایی خانم مریم میرزاخانی که اپرا سینگر هستن آهنگ جان مریم رو خوندن، ولی مال نوری رو که همم ببخشید روی خط بیایید دوباره، من دکمه اشتباهو زدم. به هر حال نمیدونم، بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. خانم دکتر سلام. سلام آقا، بفرمایید. حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. موضوعی رو که امروز شما مطرح کردید در ارتباط با فوت شوهرتون و تأثیراتی که روی شما گذاشت، من بیاد این موضوع انداخت که بحث معنای زندگی رو و اون نکاتی که به هر حال صورت زندگی است و مسائلی است که به هر حال زود گذره و میره و تأثیر آنچنانی در زندگی نه خود آدم میذاره نه در دیگران، من این جنبه رو کار دارم، اون معنا و اون در واقع جان زندگی رو، توجهی که ما باید بهش داشته باشیم، بله، رو فکر میکنم اگر شما موافق باشید اشاراتی تجربیات خودتون دانش خودتون رو منتقل بفرمایید. چشم، حتما. حقیقتش خیلی حرف امروز تو دلم بزنم اما نظم فکری ندارم. متوجه شدم. میدونی چرا؟ نهایتون مشخصه. آره، نظم فکری ندارم و دلم میخواد که این مبحث رو که بسیار هم مهمه بذارم حتما یه موقع با حال بهتری مطرح بکنم و نمیدونم برای من این مسئله چند تا فقدان بود. یک فقدانش این بود که زنی بر قله دست نیافته تنین، علم برای زنان که ریاضی بود، بر قله مرتفع این علم قرار گرفته بود. بعد در زمانی که دنیا تلاش داره ایران رو به خاطر کجرفتاری های یک حکومت تنگ نظر از اعتبار بیاندازه و این قوم کهن متمدن آریایی رو تبدیل کنه به یک قوم خرافی بدوی، نمیدونم، دور از تمدن و طرفدار خشونت، در یک همچین موقعیتی ما چنین گوهر درخشانی رو که در صحنه‌های جهانی نام ایران رو بر تارک به اصطلاح علم می نشونه از دست بدیم. زن بودنش یک جور دل منو می سوزونه، دانشمند بودنش یک جور دل منو می سوزونه، ایرانی بودنش یک نوع دل منو می سوزونه، مادر بودنش یک نوع دل منو می سوزونه. و این طفلی که در چه سن کمی از چه مخزن عشقی محروم بشه، بعد این که به اصطلاح دور از وطن، همه اینا ابعاد مختلفیه که نمیدونم دیگه، فقدان رو سنگین میکنه. اطمینان دارم که بسیاری، همونطور که گفتم، مریم ستاره شد به آسمان ایران پاینده. مریم دکتر، من میفرمشتون، من فارغ از این موضوع، اصل قضیه به نظر من میاد این که ما انسان آدم های تنهایی هستیم، تنها به معنای اینکه نه اینکه فرزند نداریم یا خویشاوند نداریم، بله، در درون انسان های تنهایی هستیم و به دنبال یه نقطه ای میگردیم که این تنهایی هامون رو بتونیم جواب بگیریم و یه مقداری آرامش پیدا کنیم. من به تصورم میاد که دانش اینجا خیلی جواب نمیده، یعنی اون نیازی که ما داریم رو تأمین نمیکنه، بلکه این باورهای قلبی است که یه مقداری میتونه به ما آرامش بده. بله، این که عزیزی رو ما از دست بدیم، حالا میخواد شخص نزدیک به ما باشه یا متعلق به یه جامعه باشه، این یه بحث کلیه، ولی این که به هر حال نبود این آدم، من نبود این آدم رو با چه چیزی میتونم
بله. در حقیقت من این بحث رو حتماً من حتماً این بحث رو باز خواهم کرد. حتماً این بحث رو باز خواهم کرد یه وقتی که احوالم بهتر باشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. الو جانم بفرمایید. سلام عرض میکنم خانم دکتر. سلام خانمم، بفرمایید. خانم دکتر من احساس میکنم سنگ دل شدم از وقتی که این خبر رو شنیدم. ما آدم ها همه میمیریم، اما فقط تاریخ هزار سالمون رو نگاه بکنیم، فقط کسانی مثل به هر کی بگیم کیا یادت میاد، فقط حافظ و سعدی و ابو ریحان بیرونی و زکریای رازی و میتونن نام ببرن و یه چند تای دیگه. بله. من برای آتنا قصه نمیخورم، چون میبینم هر روز داره اتفاق میفته، هر لحظه. بله دقیقا. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. خانم دکتر با یک دنیا سپاس از این محبت و واقعا مهر شما به ایران و ایرانی، به خصوص به زنان دانشمند. و من اصلا نمیدونم چطوری بگم، مریم به قول شما ستاره شد، انشالله ستاره های مثل شما. بفرمایید دوست عزیز، شما قطع شدید خودتون. بفرمایید دوست عزیز. سلام خانم دکتر عزیزم. بفرمایید. ممنون از شما برای این برنامه، تسلیت به همه دنیا. و میخواستم بگم همونطور که شما فرمودین، وجود هر کسی، هر کسی که به این دنیا میاد یه رسالتی داره. حالا میتونه مریم باشه، میتونه خانم دکتر فرمودی باشه، میتونه مثل یه کسی مثل من آدم عادی باشه یا خیلی عادی تر از من. به هر حال همه آدما وجودشون تو این دنیا لازمه. به قول شما یه زمانی دارن که به اون رسالتی که دارن تو این دنیا برسن و بعد رسالتشون که تموم شد از این دنیا میرن. بله ممنون، مرسی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. جانم. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، گفتید شما اینو الان. بفرمایید، خوندید اینو، من شنیدم، ممنون، درستم فرمودید. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. من میتونم صحبت کنم خانم؟ بله بفرمایید، استدعا میکنم. در رسای خانم مریم میرزاخانی، من فکر میکنم که شعری رو که احمد شاملو برای رو گفته بود شاید گویای اون قلب من باشه. بله بفرمایید. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم، در آستانه دریا و علف. به جستجوی تو در معبر بادها میگریم، در چهار راه فصول، در چهار چوب شکسته پنجره‌ای که آسمان ابروزه را قابی کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. پس به هیئت گنجی در آمدی بایسته و آزنگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را. دقیقا. مرسی از لطفتون، بسیار به جا بود. و من از کارگردان فنی برنامه می خوام که شعر جان مریم نوری رو آماده کنه که با هم گوش بدیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. من فوته بانوی گرامی رو که تمام زنان ایرانی. ببخشید صدای تلفن شما خوب نیست، بذارید با هم این آهنگ رو گوش بدیم و برای خانواده مریم صبوری آرزو کنیم و برای
تمام زنان به اصطلاح ایرانی همینطور صبوری آرزو کنیم و به دختران جوان بگوییم که جای مریم رو در میدان علم و دانش خالی نگذارید. روز و روزگارتون شاد. جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید، شد هوا سفید، وقت اون رسید که ببین به سرا بای نازنین مریم. جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، هنوز بیدارم، آش میخوابیدم، تو رو خواب دیدم، خوشه غم توی دلم زد جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با اینم. وای نازنین من،
مریم پای نازنین مریم پای